أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. حداقل یه منبر و حتی اکثر شما دو تا منبر شنیدی و خیلی حرفای خوبی بود که هم شنیدیم، اما اگر بتونیم همت کنیم یه کمی، هزار جا لازمه ها، یکیش هم اینه، به اندازه که حالا در توانمون هست، در وسعمون هست، با این مسئله کمک کنیم خیلی خوبه. این رو صدقه سالمون حساب کنیم، برای یک سال انشالله یه مقداری صدقه بدیم که برای یک سال انشالله در سلامت عطای الهی قرار بگیریم. فرما شد که ایشون فرمودن همه ذهن منو خالی کرد رفت، یعنی هیچی تو ذهنم نیست. عرض کنم خدمت شما، ما ظهر با دوستان این جلسه که حالا اینجا از اصحاب این جلسه من خیلی اندک میبینم صحبت کردیم، دیشب هم صحبت کردیم، یه تتمه از صحبت‌های ظهر عرض میکنم خدمتون، یه مقداری هم شاید از تتمه بحث دیشب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فرمایشی بود، قرآن کریم فرموده بود در مورد حضرت ابراهیم. این خیلی حرف مهمی بود که این مقدارم ظهر در مورد صحبت کردیم. ان اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه و هذا النبی و الذین آمنوا معه. فرمایش آیه، یه حرف عرض میکنم خیلی مهمی، یه قانون داره میگه نزدیکترین مردمان به ابراهیم اون کسانی هستن که ازشون متابعت کردن. ابراهیم فرزندش به اون نزدیکترین کسش نیست، پدرش نزدیکترین کسش نیست، زن و فرزندش، برادرش، خویشاوندانش نزدیکترین کسان به او نیستن. نزدیکترین کسان به ابراهیم آن کسانی هستند که از او متابعت می کنند. عرض می کنیم، هرزم ساده عرض می کنیم، جلب نظر شما رو ممکنه نکنه، اما حرف خیلی مهمه. آن کس به ابراهیم خویشاونده است، آن کس به ابراهیم نزدیک است که از او متابعت میکنن، نه پسرش. البته اگر پسرش از همه کس بیشتر متابعت کند او نزدیک است، اما نه به خاطر پسری، به خاطر متابعت. این قانون
بید ما میدانیم فرزندان حضرت ابراهیم، حضرت اسحاق است و حضرت اسماعیل است و اینا هر دو پیغمبرن. چون پیغمبرن، چون معصومن، چون از همه کس بیشتر دین و مذهب و مرام ابراهیم رو عمل میکنن، به ایشان نزدیکن. اگر شما و من آمدیم، اطاعت کردیم، متابعت کردیم از ابراهیم، بیشتر از پسرانش ما نزدیکتریم. قانونه. عرض کردیم که اینجا حضرت ابراهیم مثاله. یه فرمایش ائمه ما در مورد قرآن فرمودن، فرمودن قرآن در مورد یک جمعیتی، یک قبیلهی، یک ملتی، یک نفری صحبت میکنه. مثلا اینجا در مورد حضرت ابراهیم صحبت میکنه. خب وقتی ابراهیم از دنیا رفت، ما دستم حضرت ابراهیم نمیرسه. ما از راه و رسم ابراهیم یه اندکی در دینمون وجود داره. از راه و رسم حضرت ابراهیم گفتم، فرمودم که سنت های ابراهیم در دین ما هم هست. خب حالا اگه اون نبود، ماها الان نمیدونیم بعضی از سننی رو که داریم در دین اون رو عمل میکنیم، مثلا غسل جنابت، این رو از حضرت ابراهیم داریم، تعلیم حضرت ابراهیم علیه السلام بوده. حالا یه مجموعه ای هستش که تا خود شاید 15 تا گفتن. اگه اینام نبود، ما حضرت ابراهیم فاصلمون خیلیه، چندین هزار سال فاصله داریم. اب نداره ابراهیم ولو ظاهرا مرده، اما این قانون زنده است، این جریان ادامه داره، امروز هم هست و هر روز هست تا پایان عالم. امام فرمود که اگر آیه‌ای در مورد قومی بود، در مورد شخصی بود، در مورد کسانی بود، آنها از دنیا رفتن، آیه هم با اونا از بین میرفت، دیگه از قرآن چی میموند؟ قرآن فرمودن مثل خورشید هر روز دو مرتبه طلوع میکنند، یجری کما یجر الشمس، مجر الشمس، مثل گردش خورشید قرآن تکرار می شود. این یه حرف اصلی. بنابراین ولی اینجا ما نام حضرت ابراهیم رو بردیم، اما امروز جانشین داره ابراهیم، حضرت امام زمان علیه السلام. هر کس از ایشان متابعت کند، هر کس از ایشان تبعیت کند، هر کس از ایشان اطاعت کند، نزدیکترین کس به ایشان است. حتی لزوم نداره شما ایشان را ببینی، هر روز در محضرش باشی، اگر اطاعت میکنی به ایشان نزدیکی، از ایشان دور نیستی. حتی میخوایم بگیم همونطور که باز حالا در حدیثی که امروز عرض کردیم، خود آیه میتواند دلالت کنه. یه مردی آمد خدمت حضرت صادق علیه السلام، زور عرض کردم و گریان و با مثلا فریاد گریه میکرد و شیون میکرد. چرا؟ گفت آقا من از بنی امیه، نواده نبیره مروان بود. از این بدتر نمیشه آدم پدر بزرگی داشته باشد اینجور کافر. مروان رو میشناسیم دیگه همه. استاندار مدینه حضرت حسین رو احضار کرد به استانداری. امام تشریف بردن، هنوز حرکت نکرده بود از مدینه. اونجا آمدن به استانداری. در استانداری گفتن که معاویه مرده و یزید به جاش نشسته، شما با ایشون بیعت کنی، شما با یزید بیعت کنی. امام فرمود که خب این بیعت پنهانی رو که شما نمیخواییم، که بیعت آشکار میخواییم، صبر کنیم فردا روزی هر وقت که از عموم مردم دعوت کردیم برای بیعت، منم دعوت کنیم، تا اون وقت ببینیم چی میشه. نمیخواستن ازت برخوردی درست بشه. اونجا مروان گفت به
به استاندار گفت الان همین الان از حسین بیعت میگیری، اگه برنکر میکشی، نظر از این در بره بیرون. یه همچه آدمی، حالا این بنده خدا اسمش سعد بود، نواده یه همچه آدمیست، فرزندانش هم چه فضاحتی در عالم اسلام به بار آوردن که اصلا گفتنی نیست. بچه هاش، چهار تا بچه هاش بود، به خلافت رسیدن و نواده هاش از اون فضاحتی به بار آوردن هیچ وقت در تاریخ خلفا نظیر اینا ندارن از نظر بدی. کار نداریم. حالا یه همچه آدمی، این بنده خدا سعد فرزند نوه نبیره مروانه و شنیده ناگذر که در تشیع وقتی لعنت میکنن بنی امیه رو، همه رو لعنت میکنن، بنی عباس رو همه رو لعنت نمی کنیم ما، بنی عباس رو همه روشون رو لعنت نمی کنیم، یه آدم های خاص لعنت میکنیم در بنی عباس، اما در بنی امیه میگیم بنی امیه قاطبتن کلشون. خب این میگفت منم نوه و نبیره همینام، لعنت منم میگیره، من هیچ راه نجاتی ندارم. امام بهش فرمودن که تو وقتی به ما علاقمندی، وقتی پیرو به ما هستی، با ما قومی خیشی، نه با مروان. تو وقتی که به اونا علاقه نداری، وقتی به ما علاقه داری، با ما قومی خیشی. وقتی از ما متابعت میکنی، با ما قومی خیشی. متابعت و علاقه، محبت و متابعت خیشاوندی میاره، خیشاوندی جدید میاره. شما از اون خیشاوندی های اصلی پدر مادرت بریدی، چرا؟ چون به اونا دل نداری، علاقه نداری، علاقت به ماست، پس بنابراین با ما قوم کشی. این یه مسئله است. اینجا میفرماد، قرآن میفرماید که ان اول الناس، نزدیکترین کسان، نزدیکترین خیشان به ابراهیم علیه السلام اون کسانی هستن که ازشون متابعت میکنه. متابعت خیشابندی میاره. همه ما اگر اهل محبت باشیم نسبت به اهل بیت و متابعت کنیم از دستوراتشون، با اینا خیشابندیم. ما هممون به این معنا سیادت داریم. روزی قیامت در شمار اون خاندان، جدن ها، ما در شمار اون خاندان اگر اهل محبت و متابعت باشیم، در شمار آن خاندان محشور خواهیم شد. از اونا جدایی نیستی، جدایی نداره. آیه جدید که براتون عرض کنم، باز فرمایش از حد ابراهیم علیه السلام، فرمودن که فمن تبعنی فانه منی، این حرف تازه است، فمن تبعنی فانه منی و من عصانی فانک انت الغفور الرحیم. هر کس از من متابعت کند از من است. ما میگیم سلمان، پیغمبر فرمود سلمان من اهل بیت، در مورد ابوذر هم هست، در مورد صحابه دیگه هم بعضیاشون هست که من اهل بیتن، بعضیشون این جز خانواده ماست. سلمان جز خانواده ماست، ابوذر جز خانواده ماست. چرا جز خانواده؟ فرمود فمن تبعنی، هر کس از من متابعت کند. محبت، اطاعت، محبت، متابعت خیشاوندی میاره. اگه خیشاوند بشی، تو این آیه جدید که عرض کردم، این منی از ماست، شاید یه مسئله بالاتر باشه. ببینید خاندان اهل بیت، خاندان اهل بیت اینا یه جوری هن، غیر مردم معمولی هن. در این حالی که انسانه ها، در حالی که انسانه، حتما بدونید اگر انسان نیست، شما امیر المؤمنین و حضرت صدیقه رو، حضرت امام حسین رو غیر انسان که نمیدونیم. ما هممون اینو دیگه روشنه برامون، همه اینها انسان هن. تمام خصائص انسانی رو دارن، اما یه چیز دیگه دارن. ما با متابعت میتونیم از اون جور دیگه بشیم. اینو توی زیارت عاشورا، اگر حالا هر کسی هر روز میکنه که خوش به حالش، هر روز دعا داره میکنه خدایا
اجعل محیای محیا محمد و آل محمد. صلی الله علی محمد. حیات مرا حیات این خاندان قرار بده، ممات مرا ممات این خاندان قرار بده. ما در روال معمولیمون اینجوری نیستیم، حیات ما حیات اونها نیست، اما میتوانیم با متابعت حیات ما میشود حیات اونها، این اوناییم. یه چیزی ظهر عرض کردم که حالا اونو بازش نکردم، اینجا حالا عرض میکنم و باز میکنم. ببینید ما در بدو تولدمون، خیلی ببخشید معذرت خواهم، خودم عرض میکنم، من در بدو تولدم یک حیوانم بالفعل، به انسانم بالقوه، همه اینجورن. وقتی متولد میشد یک انسانی، هر که از هر پدری میخواد باشه، پدرش امام باشه، فرزند اگر امام نیست، آدم معمولی است، انسان معمولی است، این در تولدش یک حیوان بالفعل و یک انسان بالقوه است. در متابعت از ائمه که خدا قرار داده، اونا رو فرستاده به عنوان الگو برای ما. آدمیزاد الگو لازم داره، در عمل باید الگوی عملی داشته باشه، ببینه رفتار و کردار رو، که ما بسیاری از اطلاعات دینمون از رفتار و کردار ائمه ماست، بسیاری از تعلیمات دینیمون از رفتار و کردار ائمه ماست، اونا الگوی عملی ما هستن. آدم احتیاج داره به یک الگوی عملی. اگر این الگوی عملی رو آدم برای زندگی خودش سرمشق قرار بده، اون حیاتی که اونا دارن که حیات انسانیه. یه چیزی براتون عرض کنم، در روایات ما برای آدمیزاد ارواح متعدد گفتن، مثلا روح القوه گفتن، آدمیزاد روح القوه دارد، بعد میگن با روح القوه این کارا رو میکنه، روح الشهوه داره آدمیزاد، با روح الشهوه این کارا رو میکنه، روح المدرج داره، این سه تا اسم داریم، این رو گفتن با این چه کارایی میکنه. تا اینجا همه یکسانه، همه انسان ها در بدو تولد این سه تا روحو دارن. یه روحیست باید کسب کند آدم، یه روحی سیدم باید کسب کند. در سراسر جهان مردم همه این ست روحو دارن، یه روحی سیدم باید کسب کند که اون اسمش روح ایمانه. آدم بعد از که به خدا و قیامت ایمان آورد، یه روح پیدا میکنه، روح جدید که دیگران ندارن. اگر این روح قوت پیدا کنه، آدم حضورش را میفهمد. ما هممون به فضل خدا، به فضل خدا از روح الایمان برخورداریم، حالا درجات داره. اگر بتوانیم تربیتی که ائمه دارن بپذیریم، این روح در ما قوت میگیره. از این روح اگر قوت بگیره، شما آثارش را میبینی. اون ارواح رو همش، همه اون ارواح سگانه قبلی رو ما آثارش رو میبینی. حالا مثال عرض میکنیم، اگر اون روح شهوه نباشه، من یه لقمه غذا نمیخورم، چون دیگه هیچ نوع خواهانی در من وجود نداره. حالا اینا رو همه رو داریم میبینیم، اما از روح الایمان چقدر خبر داریم؟ نشونش این است که مثلا من عرض میکنم، یه حدیث برای شما میخونم که درش از خوف خدا سخن گفته. مثلا گفتن اگر این گناهو بکنی، خدایی نکرده اینطور میشه، من میترسم یا نمیترسم؟
این فرمایشاتی که فرمودن اینجا در من یه حرکت ایجاد میکنه، البته که به شرط توانایی ها، اگه من توانایی دارم در من حرکت ایجاد میکنه یا نه هیچ باکی نیست. هر چیز باکی نیست، یه مقدار مشکل من دارم. من عرض میکنم براتون حدیث میفرمان کسی که اهل غیبته، کسی که اهل غیبته از تحت ولایت الهی بیرون میرود و به تحت ولایت شیطان راه پیدا میکند، حتی شیطان هم او را نمیپذیرد. کسی که اهل غیبته از تحت ولایت الهی بیرون رفته به تحت ولایت شیطان رفته، او هم شیطان هم او را نمیپذیرند. من یه همچه حرفی میزنم، یه همچه حرفی میشنوم، هیچیم نمیشه. این نمیشه. اون روح الایمان نشانش این است که من یه همچه حرفی میزنم میلرزم، بابا یه تکون میخورم. برای شما ثواب یک عملی را میگویند، مثلا کسی که به زیارت حضرت حسین علیه السلام برود، یعنید خیلی حرفه ها، کسی که به زیارت حضرت حسین علیه السلام نائل بشود، مشرف بشود، موفق بشود، خدای متعال این نبره همه سا، همه میتونن، همه میتونن از این برخوردار بشن، گناهان گذشته و آیندهش آمرزیده میشود. خب من هیچیم نمیشه. اگر در من روح الایمان وجود داره، همه اینا منو به حرکت باید بیاره. خب در اثر روح الایمان من میتوانم نزدیک بشم. هرچی روح الایمان در من قوت میگیره، من نزدیکتر به امامم میشم، تا به جایی میرسم که من میشم مثل اونا. مثل اونا یعنی چی؟ ما شیعه میگیم دیگه، شیعه کسی که پاشو میذاره جای پای امامش. یه داستان میگن، البته داستانه اما برای فهم خوبه. میگن یه روز رسول خدا تشوردن مسجد، میگن برای فهم خوبه ها، داستانش حالا خیلی معلوم نیست واقعیت داره یا نداره. تو قبل از اینکه به نمازشون تشریف بیارن، باران آمده بود، اونجا هم کوچه ها و مثلا تمام زمین ها معمولا رمله، وقتی بارون بیاد آدم پا بذاره پا جای پاش میمونه. خب دیدن یه جای پا به مسجد، طرف مسجد آمده، پیامبر آمدن دیدن یه جای پا طرف مسجده، بعد اومدن توی مسجد دیدن دو نفرن، امیرالمومنینه و حضرت سلمانه. مطلب رو میخوام عرض کنیم، این یه قصه است داریم میگیم برای که مطلب معلوم بشه. چطور شد یه جا پاست دو نفر آدم اومدن؟ سلمان چرا اینجوریه؟ سلمان عرض کرده است که یا رسول الله، من دیدم که مثلا جلوتر از من امیرالمؤمنین داره میره، من دیدم پامو بذارم جای پای ایشون بهتر از همه جاهای دیگه است، پس من تمام پاهامو گذاشتم جای پای ایشون، لذا یه جای پا توی کوچه دیده میشود. اینجوری این آدم میشه مثل امامش. مثل که میگیم، هیچ وقت هیچ کسی مثل امامش نیست، امام همیشه امامه. ائمه، این فرمایش باز یه فرمایش اساسی است، متعدد ائمه فرمودن لا یقاس بنا احد، هیچ کسی رو با ما مقایسه نکنید. در این امه هیچ کسی با امام، با اون 14 نفر قابل قیاس نیست، هیچ کس. لا یقاس و بنا احدون من هذه الامه، حالا عبارتش رو ممکنه من دقیق نگفته باشم، هیچ کس مقایسه با ما نباید بشه. بنابراین نمیگیم مثل، نمیخوام بگیم به این معنا، اما آدم میشه
همون که عرض کردیم وجعل محیای محیا محمد و آل محمد. مرگ و حیات آدم میشه مثل این، اون هدف اعلای ماست. به چه مقدار از این رسیدی؟ شروعش اینه که میگن آقا یه جایی که ما غم داریم شما هم غم داشته باشی، یه جایی که ما خوشحالیم شما خوشحال باشی. یه قدم بزرگشه. هرچی باز تو این زمینه آدم بیشتر کار کنه، خیلی جاها الان امام زمان از چه چیزای اوقاتش تلخه، از چه چیزای نگرانه، از بیهجابی شهر ما، این همه دروغ که تو این شهر گفته میشه، این همه که مردم آزادن در حرف زدنشون، آزادن در همه کاراشون، خب اینا ایشان را غمگین میکنن. کشور امام زمان اینجا، تو این کشور امام زمان این همه گناه، خویشون از این مسئله واقعا رنجوره. خاطر مبارکش واقعا غمگینه، واقعا ناراحته. خب من ناراحت نیستم؟ یعنی هرچی شما نزدیکتر باشد آن چیزهایی رو که دوست داری، آن چیزهایی که شادمانت میکنه، آن چیزهایی که غمگینت میکنه، آن چیزهایی که ناراحتت میکنه، هرچی بیشتر با امام زمان تطبیق بکنه، خب امام زمان نزدیکتری به اون حیات من حیات آنها باشد، نزدیکتر شده تا بشه کامل. من فقط از اون چیزی ناراحتم که اوشون ناراحته، از چیزی خوشحالم که ایشون خوشحاله. حالا مثال عرض میکنم، مثلا یک کسی فلان چیز خریده، یه ماشین برده، امام زمان خوشحال میشه از این؟ ما خوشحال میشیم، ایشون خوشحال میشه. ماشین شما داری یا نداری ایشون خوشحال نمیکنه. یعنی نسبت به زن و بچت غیرت داری یا نداری، این خوشحالش میکنه. اگه خدای نکرده آدم کم داشته باشه، زن من هر جوری با هر لباسی، با هر چادری، با هر پوششی رفت، دختر من، خواهر من، هیچ می نیست، نمیشه. من قصه بچه هامو میخورم، قصه دینشونو، قصه دینشونو. یه کسی برای من نامه نوشته بود و یه کاری کرده بود که داشت آثار، بیدم یه دونه آثار دینی ننوشته، این به کار بدی گناهی که تو داری میکنی آثار بد داره، از نظر دینی یه ذره ننوشته بود، فقط آثار دنیاییشو نوشته بود. من نسبت بچه قصه میخورم، فقط قصه میخورم که امتحانش قبول نشده، کنکور نشده، شاگرد اول نشده، زبان انگلیسی درست بلد نیست. قصه لباسش هم میخورم، قصه سر و صورتش هم میخورم، قصه اخلاقشو، افکارشو، صحبتاشو، روزنامه که میخره، مجله که میخره. خب دیگه بس، من بخواستم چی عرض کنم از این حرف عرض کرد ایم نداره، یه کمیم از اون حرف هم بگیم. یه مقداری در مورد سقیفه و حوادث بعد از پیامبر صحبت کردیم دیشب، در حد چند دقیقه. یه فرمایش حضرت باقر علیه السلام فرمودن، احتمالا هم در گذشته ها من شاید تو این جلسه خونده باشم، اما حرف خیلی ممتازه. یه حرفی ما میزنیم، حرفی مشهوره دیگه، هممون ممکنه بلد باشیم، میگیم که مردم بعد از
پیامبر همه مرتد شدن جز 3 نفر. نشنیدیم اینو؟ شنیدیم یا نشنیدیم؟ این جز حرفای مشهور گذشته بوده، اگه شما نشنیدیم مالی که مال دوره جدید هست. این مکرر ما ها شنیدیم. حضرت باقر علیه السلام اینجا توضیح میدن یعنی چی. ببینید خونه دقت کنید، این مکرم باز عرض کردم، هیچ کس از همه اون اصحاب ثقیفه، عموم مردم و خاندان نبوت، هیچ کس نماز صبح روز فردای بعد از وفات پیغمبرش قضا نشد. فردا همونطور که دیروز نماز جماعت تو مسجد النبی به پا شده بود، آقای فلان اومد به امامت جماعت ایستاد، بعد پیامبر با همه حال بدی که داشتن، خیلی حالش بد بود، اصلا توانایی حرکت نداشت، باز معلوس و امیرالمومنین یه بغلش گرفت، فضل ابن عباس پسر عموی ایشون زیر یه بغل گرفتن، ایشونو کشون آوردن تو مسجد، نشست تو محراب، نماز قبلی رو به هم زد. دقت کنی، نماز قبلی رو به هم زد، یه نماز جدید خوند. پس روز دوشنبه، روز وفات پیامبر، مسلمان ها به امامت حضرت پیامبر نماز خوندن، هیچ که نمازش قضا نشد، همه نماز جماعت خوندن. مسجدهای دیگه هم تو این شهر بود دیگه، 9 تا مسجد بود در شهر مدینه، همه مسجدها نماز جماعتشون رو اون روز صبح دوشنبه خوندن، روز سه‌شنبه هم همه نماز جماعتشون خوندن، هیچ که نماز رو ترک نکرد. من عرض میکنم جز اصحاب ثقیفه، اونا اصحاب ثقیفه نمیدونم چیکار کردن، اونا داشتن تر میریختن برای فردا که چیکار کنیم با حوادثی که ممکنه پیش بیاد، ما با چیکار کنیم، اونا نمیدونیم چیکار کردن. اما مردم معمولی، هر که اهل نماز شب بود نماز شبش خوند، معمولا هم مردم هم اهل نماز شب بودن، مثل زمان ما نبود که هر کسی نماز صبح بیدار میشه بارکلا داره. در هر صورت هیچ کسی نمازش ترک نشد. اون روزه اون سالشون، حالا ببینید مثلا ماه صفر بود، ما میگیم دیگه رسول خدا وفات کردن، ماه رمضان بعدش هیچ که نماز هیچ روزش رو ترک نکرد، حج اون سال برپا شد، هیچی دست نخورد. پس چی شد؟ پس چرا شما میگید اینا مرتد شدن؟ این نکته رو بفهمیم و بریم. یه عرض من تمامه، ببخشید دیگه، حالا یه کمی طول کشید دیگه، همش هم تقصیر من نبود دیگه. حضرت باقر علیه السلام فرمودن ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، لما قبض، پیامبر وقتی وفات فرمود، رحلت فرمود، سار الناس کلهم اهل جاهلیت، سار الناس همه مردم اهل جاهلیت شدند، تا دیروز مسلمان بودند، اهل اسلام بودند، بعد از وفات پیغمبر اهل جاهلیت شدند. یعنی چی؟ یالا عرض میکنم الا اربعتون، مگر 4 نفر، علی و مقداد و سلمان و ابوذر علیه السلام. میگه من عرض کردم که فضیل من یساره، من عرض کردم آقا عمار چی؟ فرمود که ان کنت ترید الذین لم یدخلهم شیئون، اگر تو مقصودت کسانی است که هیچ دست نخوردن، هیچ دست نخوردن، همون 3 نفر بود که گفتن، عمارم یه چیزی شده بود نمیدونیم چی. این در روایت متعدد تکرار شده به صور مختلف، بعد
مثلا وقتی که اونا اظهار ناراحتی کردن در مورد عمار، خب عمارم خیلی مرد بزرگی است. پیامبر وقتی ازشون توصیف فرمود، فرمود که از فرق سرش تو نوک پنج پاش پر از ایمانه. یه همچی آدمی تو این امتحان لغزید. درجه لغزیدن نمیخوایم بگیم درجه مثل دیگران بوده، اما یه چیزی شده بود، یه طور شده بود. اگر مقصودت کسانی است که هیچ اندکی هم تکون نخوردن، همون سه نفری بود که عرض کرد فرمودن. بعد ببینید عبارت این بود، سار الناس کلهم اهل جاهلیته، همه شدن اهل جاهلیت. همین نکته رو من توضیح میدم و عرضمو تمام. سعی میکنم خیلی فشرده عرض کنم که انشاءالله از هشت رو خیلی نگذریم، بعد بریم سراغ روزه. ببینید وقت پیامبر آمده به این شهر، به این کشور، اهل این کشور دیگه، ایشون مبعوث شده است، رفته به غار حرا، در غار حرا مبعوث شده است، دستور یافته است که مردم را به خدا دعوت کنند. خب ایشون اومده مردم رو به خدا دعوت کرده. خب مردم چی هن آقا؟ مثل که ما مردم ایرانیم دیگه، اونا مردم عرب هن. مردم عرب یه عرف و عادت و اخلاق و رفتار دارن. در میان عرف و عادت و اخلاق و رفتار اونا تعصب هر عربی نسبت به قبیله خودش قوی ترین نیرویست که یک عرب را به حرکت در می آورد. اگر بخوایم بگیم دین عرب چیست، تعصب قبیله است. اگر بخوایم بگیم عرف و عادات عرب چیست، تعصب نسبت به قبیله شه. خلق هر چیشو میخواد بگی، تعصب نسبت به قبیله مهمترین نیرو و عاملی است که در اعراب اثر میگذاره. حتی عرب از زن و بچه و از جون خودش برای قبیلهش مایه میگذاره، یعنی خودشو فدا میکنه برای قبیله بمانه. یعنی مهمترین نیرو، عامل فرهنگی، اخلاقی، عرف و عادات عرب تعصب نسبت به قبیله شه. پس میخوام بگیم عرب است و تعصب قبیله، نه تعصب عربیت ها. عرب نسبت به عربیت، به کل عرب هیچ تعصبی نداره. هر عربی نسبت به قبیلهش تعصب داره. پیامبر آمده اینو از اینا بگیره، اینا بشن تعصبشون به خدا و پیغمبر، به اسلام، به دینشون، که اسم اون تعصب ما میگیم ایمان. ائمه فرمودن هر کس که تعصب نسبت به ما داشته باشه، یعنی ایمان به ما داشته باشه، ما میدونیم ائمه ما برحقن، میدونیم برحقن دیگه، این میشه تعصب ما. پاشوای میسی انشاءالله، پای حقانیت اونا وای میسیم، اسم این میشه تعصب ما نسبت به ائممون، که این برحق، این قیمت داره، روز قیامت اینو میخرن از شما، تعصبی که نسبت به امامتون دارین، نسبت به دینتون دارین. اما تعصب ایرانیت چی؟ تعصب به ایرانیت این است که من عید نوروزم رو غلبه میدم بر عزاداری حضرت صدیق طاهره. نه، چهارشنبه سوری، بابا چهارشنبه سوری ما نداریم، چهارشنبه سوری نداریم، ما الان ایام عزای حضرت صدیق است. شب چهارشنبه باشه ما در عزای حضرت صدیق شرکت کنیم، شب سه‌شنبه باشه، شب دوشنبه باشه، شب یه شنبه باشه، ما در عزا شرکت عزادار هستیم. حالا از این میگذاریم، همین مقدار بس بود. خب مردم عرب تعصب دارن نسبت هر عربی به قبیله خودش. با وفات پیغمبر، این که تمام عمر پیامبر کوشیده است این تعصب در اینا خاموش بشود، تعصب در اینا خاموش بشود،
ایمان به خدا و رسول و قیامت درشون زنده بشه، این ایمان فراموش شد، تعصب زنده شد. تو صفیفه که جمع شده بودن این فریاد میزد قبیله من، اونم میگفت قبیله من، اونم میگفت قبیله من. چهار دسته بودن، هر چهار دسته هر کدوم میگفت قبیله من. یه قبیله بزرگ در مدینه است به نام قبیله خزرج. این قبیله خزرج دو دسته هستن، یه بخششون خزرج کوچیک هستن، خزرج صغیر، یه خزرج کبیر. اینا هم در مقابل هم وایسادن. خزرج صغیر میگفت قبیله ما، اونم میگفت قبیله ما، اونم میگفت قبیله ما، اونم میگفت خدا، خدا نیست. نه اینکه قدیر خم نبود، قدیر خم بود، اما من اصلا یاد این چیزا نیستم. اونا که دوست دقیقی جمع شدن یاد این حرفا نیستم. خدای نکرده، خدای نکرده، خدای نکرده بر من یه گناه پیش میاد، یادم میره خدا قیامت. اینجوری یادشون رفته قدیر خم، یادشون رفته. نه قدیر خم نبود، قدیر خم بود. امیرالمؤمنین رو اون روز به ولایت امر، دقت کن، به ولایت امر پیامبر منصوب کرده بود، خدا امر کرده بود. یادمون رفته من قبیلم. چرا؟ چون هنوز قبیله مهمترین تأثیر گذار در عرب بود. میان آقا فقط سه نفر بودن اینجوری نبودن، بقیهشون رفتن شدن عرب. بابا تا دیروز مسلمان بودن، تا دیروز مسلمان بودن. پیغمبر فرموده بود که در لشکر اسامه شرکت کنید، رفته بودن لشکر اسامه. اون آقایون نمیگه، اونا رفتن و برگشتن، مردم رفته بودن لشکر اسامه. پیغمبر دستور رو چشم، برید جنگ چشم، جهاد برید چشم، مسلمونن. امروز چی؟ هیچ کسی که اسامه نمیدونه چیه، لشکر اسامه یعنی چی؟ فرمایش پیغمبر اصلا کسی یادش نیست، حرف خدا کسی یادش نیست. پس چی یادشونه؟ قبیله شون. برگشتن عرب شدن دو مرتبه. سارا مردم عموماً برگشتن و اهل جاهلیت شدن. اهل جاهلیت یعنی چی؟ در عصر جاهلیت قبیله حاکم است، حاکم اول، نه دین. پیغمبر کشته حاکم اول در مردم عرب دینشون باشه. یادشون رفت، برگشت دو مرتبه. مثل عصر جاهلیت که حاکم اول قبیله است، اینا برگشتن حاکم اولشون شد قبیله، همه شدن اهل جاهلیت. ما میگه مرتد شدن. خلاصه عرض کنم، این خیلی مهمه ها. تا دیروز شعار اسلام میدادن، حالا شعارشون عوض شد. نمازم میخونه ها، فتنه 88 یادتون باشه، نماز میخوندن اونا، بعضی هاشون البته، اما شعارشون عوض شده. با تغییر شعار آدم عوض میشه، میبرنش جای دیگه. ما اگر شعار اسلاممون به شعار ایرانیت، در دیوارا نمیدونم دیدین بانک ایرانیان، نمیدونم شرکت ایرانیان، یعنی چی؟ هزار جا همینطور. من خیلی تو خیابون و کوچه بازار نمیرم، همین یه ذره مثلا یه شب هفت دعوت داشتم، صد جا آدم، یعنی چی؟ عنوان ایرانیه، حالا چه اونایی که عنوان خارجی دارن. این تغییر شعار همه چیزم عوض میکنه. خب عرض من تموم شد، البته احتمالاً هم حرف ناقص مونده،
ثانیان خواب‌آور بوده، چون حرفش خود من خسته شدم. ببخشید. السلام علیکم یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین.